آفتاب را در نگاه صبح و ماه را در قاب آسمان شب تصویر می کنم. من لحظه های زندگی را با حسی از غرور سرشار می کنم. در این غرور من، در مطلع غزل، نام وطن به بلندای قامتش استاده سربلند. سلام. سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه مجله اجتماع اقتصادی. خوشحال و سرفرازیم که با ما در این برنامه همراه هستید و با تبریک به همه کارگران عزیز به مناسبت روز جهانی کارگر. کارگران زحمتکشی که چرخهای صنعت و آبادانی کشور به دست پرتوان اونها به حرکت در میان. در این برنامه ابتدا نگاهی داریم به اخبار اجتماع اقتصادی چند روز گذشته. یک شنبه 7 اردیبهشت، تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه موسوم به خمینی. این رانندگان در اعتراض به تعویق نیفتادن اقساط ماهانه خودروهاشون مقابل بانک اقتصاد نوین دست به تجمع اعتراضی زدن. اونا به دلیل رکود در فرودگاه‌ها و نبود مسافر توان پرداخت اقساط ماهانه خودروهاشون رو ندارن. دوشنبه 8 اردیبهشت، کشاورزان اصفهانی مسیر طرح لوله‌های آب غیرقانونی که به ذوب‌آهن اصفهان می‌رفت رو با سیمان مسدود کردند. سه‌شنبه 9 اردیبهشت، آبداران شرکت آبفای روستای خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای سال گذشته در مقابل ساختمان آب و فاضلاب استان خوزستان در اهواز تجمع کردند. و اما خبری هم از بحران کرونا و شرکت‌های مسافربری بین جاده‌ای. متوقف شدن سفرها و عدم حمایت رژیم از این شرکت‌ها اونها رو در شرایط دشوار مالی قرار داده. این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از کارکنان خودشون رو اخراج کردند. در همین روز متأسفانه سیل در جاده کالپوش شاهرود باعث خسارت و تخریب منازل مردم شد. همچنین غارت شدگان مجتمع تجاری آدینه رشت در اعتراض به بلا تکلیفی چند سالشون مقابل ساختمان ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام گیلان تجمع کردند. در همین روز جمعی از صیادان در اعتراض به اختصاص ندادن سهمیه سوخت به اونها مقابل سازمان منطقه آزاد کیش تجمع کردند. چهارشنبه 10 اردیبهشت، کارگران اداره برق استان خراسان شمالی در بجنورد نسبت به ادامه کار بدون تجهیزات بهداشتی کافی و ابتلای 2 تن از همکارانشون به ویروس کرونا دست به تجمع اعتراضی زدند. در این روز همچنین کارگران نیبر هفت تپه بعد از 2 روز اعتصاب موفق شدند کارگزاران رژیم رو وادار به عقب نشینی و پرداخت 2 ماه حقوق معوقشون بکنند. در آخرین خبر روز چهارشنبه به اعتراض عشایر نصرآباد واقع در استان اصفهان می‌پردازیم. اونا در اعتراض به عدم تخصیص نفت به عشایر مقابل بخشداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. و پنجشنبه 11 اردیبهشت، رانش زمین در روستای آق امام شهرستان مراو تپه موجب خسارت به 150 خانه اهالی شد. سرکردگان رژیم در این شهرستان هیچ کمکی به این اهالی نکردند. مالباختگان و مشتریان شرکت آزویکو در اعتراض به عدم تحویل خودروهاشون بعد از 2 سال مقابل قوه قضایی رژیم تجمع کردند. بینندگان عزیز، این بود خبرهای اجتماعی و اقتصادی این هفته. با ما در ادامه برنامه همراه باشید.
کرونا شرایط زندگی تمام مردم دنیا رو سخت کرده. کشورهای مختلف سعی می‌کنند با کمک به مردم این سختی رو کاهش بدن. خیلی از کشورها به هر فرد مبلغ بلاعوض دادن. همه کشورها مبالغ کلانی رو برای کاهش تأثیرات کرونا در اقتصادشون هزینه کردن. اما در ایران تحت حاکمیت آخوندها اوضاع شکل دیگه‌ای داره. نه تنها مردم حمایت نمیشن و هر روز کلی دروغ به مردم تحویل میدن. حالا حکومت آخوندی در شروع ماه رمضان نون رو هم گرون کرده. چرا؟ گزارش ببینیم در این رابطه، بعد گفتگویی داریم که به این موضوع میپردازیم. در زمانی که کرونا همه ایران را در نبرد دیده و هیچ خانواده ای نیست که زندگیش تحت تأثیر این ویروس قرار نگرفته باشد، رژیم آخوندی به جای حمایت از مردم فقیر نان را گران کرد. در ابتدای سال 99، نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم طی توییتی نوشت: بنابراین همچنان امسال نان گران نمی شود. اما یک ماه از این توییت نگذشته بود که رژیم به منظور چپاول بیشتر بار دیگر دست در جیب مردم فقیرمان کرد. گران شدن نان در شرایطی است که به دلیل تعطیلی کسب و کار و عدم حمایت‌های اقتصادی، سفره مردم ایران هر روز کوچکتر می‌شود. فقر مطلق بر سرنوشت مردم ایران سایه گسترده و روز به روز زیر خط فقر به عمق می‌روند. رژیم آخوندی به جای حمایت نقدی و غیر نقدی از مردم در مقابل رکود اقتصادی و افزایش فقر و گرانی، به فکر پر کردن جیب خودش است و سرنوشت مردم برایش اهمیتی ندارد. روزگاری افرادی که قادر به تامین معیشت خود نبودند با نان و پنیر روزگار می‌گذراندند. بنا به اعتراف سرکردگان رژیم، بیش از 40 میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند که با گران شدن نان از همان قوت لایموت هم محروم شدند. این در حالی است که آمار واقعی افراد زیر خط فقر بسیار فراتر از 40 میلیون نفر است. بدون شک با گران شدن نان، قیمت دیگر کالاهای مورد نیاز مردم هم افزایش می‌یابد و مردم ایران با یک موج گرانی لجام‌گسیخته در دوران پسا کرونا روبرو خواهند بود که عامل اصلی آن رژیم آخوندی است. در همین حال ابراز وحشت از قیام گرسنگان در درون رژیم ادامه دارد. روزنامه حکومتی آفتابی یزد در این رابطه نوشت: این هراس وجود دارد که در پسا کرونا بحران اجتماعی عمیقی که در حال حاضر وجود دارد عمیق‌تر شود. مگر پول پخش کردن 1 میلیونی دولت تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ این خبرگزاری حکومتی در انتها به بنبست ناگزیر رژیم در نداشتن پاسخی برای خواسته‌های مردم اشاره می‌کند و هراس خود را از قیام مردمی اینگونه ابراز می‌دارد: راه حل پول پخش کردن نیست. مسئله این است که کسب و کارهای آسیب دیده و اقشار فقیری که بیکار هستند و تورمی که رو به افزایش است و رکودی که اساساً ایجاد شده است، می تواند یک فروپاشی اجتماعی را به همراه داشته باشد. این را با نارضایتی ها و اعتراضات اخیر جمع ببندید و اوج ماجرا را نگاه کنید. نان آخرین جزء سفره مردم بود که در زیر خط فقر می توانستند به آن دسترسی داشته باشند و حالا همین جزء هم از سفره آنها روبوده شده است. واقعیت این است که این شروع دور جدیدی از افزایش فشارهای سنگین و کمرشکن به مردم محروم ایران است. خب در این قسمت گفتگویی داریم با محسن بوداغی در رابطه با گرانی نان. خب سلام میکنم به شما و تشکر میکنم از شرکتتون در این برنامه. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و از اینکه وقتی و فرصتی بهم دادید بسیار تشکر میکنم. در خدمت شما هستم. بله. سوال اولم اینه که وضعیت کارگران در ایران به طور کلی چطوریه؟ بله، واضحه که وضعیت زندگی کارگران ایرانی با هر معیاری بسیار دردناکه. با وجود تورم 41%، اما میزان دستمزد کارگران نزدیک به 21% افزایش پیدا کرده و به 1,835,000 تومان رسیده. این عدد مهمه. چرا؟ چون خط فقر در ایران متوسط بین 8 تا 10 میلیون تومانه. یعنی کارگر ایرانی بیش از 4 برابر زیر خط فقره.
البته تورم روی مواد غذایی که اصلی ترین دغدغه کارگران و قشر ضعیف و کم برخوردار جامعه است بیش از 100%. بگذاریم که اینجا هم رژیم با یک دجالیت مار میکشه و معنی و درصد تورم رو مهندسی میکنه و میسازه رقمش رو. محمد قلی یوسفی یکی از اقتصاددانان رژیم تو همین زمینه میگه شاخص هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار تحت عنوان شاخص قیمت ها ارائه میدن در واقع میانگین 300 تا 400 قلم کالاست که مبنای علمی نداره و نمیتونه نشان دهنده وضعیت تورمی در تغییرات شاخص قیمت ها در اقتصاد باشه. در سبد هزینه خانوار هم سهم خوراکی 27%. به این معنی که اگه خط فقر رو 8 میلیون تومان در نظر بگیریم هزینه خوراک یک خانوار 2,160,000 تومانه. یعنی حداقل دستمزد حتی خورد و خوراک معمولی یک خانواده هم جبران نمی‌کنه. منظور از این خورد و خوراک معمولی یک حداقله که شامل 13 قلم مواد غذایی نون و برنج و ماکارونی و حبوبات و سیب زمینی و لبنیات از این دست. بله، حالا سوال اینه که رژیم یک بار دیگه نونو گرون کرده در شرایط کرونا و در شرایط بحران و رکود اقتصادی. چرا رژیم توی این موقعیت دست به این کار میزنه؟ بله، در شرایط کرونا وضعیت مردم بسیار بدتر شده، به خصوص کارگران و حداقل بگیران. در این شرایط میلیون ها کارگر شغلشونو یا از دست دادن یا از دست میدن، اما رژیم کوچکترین کمکی به اینها نمیکنه که هیچ، بلکه با گرون کردن مواد غذایی اساسی باری بر بار اونها اضافه میکنه. با اینکه تورم کمر مردم رو مخصوصا کارگران رو زیر بار زندگی خم کرده، اما قیمت نون رو به تازگی گرون کرده که اصلی ترین پایه خوراک مردمه و این گرونی بین 30 تا 50% اینجا رژیم یه بار دیگه و برای چندمین بار دست در سفره مردم کرده تا نون خالی مردم رو هم از سفرهاشون بدزده. اجازه بدید یک محاسبه ساده اینجا انجام بدیم. مصرف گندم سالانه در ایران 15 میلیون تنه. قیمت جهانی گندم هم 230 دلاره، یعنی هر کیلو 23 سنت. اگه بر فرض تمام گندم مصرف ایران وارداتی باشه، ارزشی چیزی کمتر از 3.5 میلیارد دلاره. این عدد رو حالا شما مقایسه کنید با دزدی‌های رژیم. 4.8 میلیارد دلاری که از بودجه سالانه دفع گم و گور شده، یا 20 میلیارد دلاری که تو این رژیم دزدیده شده و از کشور خارج شده، یا 100 میلیارد دلاری که صرف اتمی و موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای شده. یعنی در ایران با این میزان سرمایه و ثروت میتوان و میشه به راحتی نون رو با قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار داد. در حالی که استان خوزستان، فقط استان خوزستان، به تنهایی 12.5 میلیون تن گندم در سال تولید میکنه، یعنی یک استان تقریبا گندم مصرف ایران رو تامین میکنه. در نتیجه با هر معیاری که حساب کنیم قیمت نون نباید تو ایران گرون بشه. این گرونی چیزی جز چاپیدن مردم و خالی کردن سفره‌های مردم نیست. وقتی رژیم نون رو گرون میکنه که اصلی ترین قوت لایموت مردمه، دیگه همه ادعاهاش پوشاله، چون دست کردن در سفره مردم که یک لقمه نون خوش رو هم برداره شاخص بسیار خوبیه که رژیم به لحاظ اقتصادی در چه نقطه‌ای قرار داره. گرونی نون اثبات میکنه که وضعیت اقتصادی رژیم به واقع در یک خفگی و بن‌بست قرار داره و هیچ راه گریزی و راه حلی نداره. این میشه گفت اصلی ترین دلیل گرونی نانه. در نتیجه رژیم کاری جز غارت و چباول نداره و الان که درآمدهای نفتیش و گازیش رو از دست داده، دست در جیب و سفره مردم کرده که قطعا این گرانی ها واکنش هایی رو از طرف جامعه خواهد داشت، همون که رژیم ازش وحشت داره و ازش به عنوان ابر جنبش اجتماعی نام میبره. بله، با تشکر از شما و زمانی که در این گفتگو در اختیار ما گذاشتید. من هم از شما تشکر و قدردانی میکنم. خب، وقتی نون گرون میشه، اقشار آسیب پذیر با مشکلات بسا بیشتری مواجه میشن. کارگرانی که ماها حقوق دریافت نمیکنن و حقوقشون به هیچ کجای زندگیشون نمیرسه. چه وضعیتی دارن اینا؟ گزارشی با هم ببینیم با عنوان خط فقر و معیشت کارگران. داستان پینه بسته کارگران حاکی از هموار کردن راه سختی است. راهی که عمر و جوانی خیش را در آن صرف کردند.
بار گران صنعت و سازندگی کشور بر شانه‌های همت کارگران حمل می‌شود. اما زندگی کارگران چیزی جز تحمل رنج و مشقت نیست. در این روزها صحبت از خط فقر 10 میلیون تومانی است. خطی به بلندای دیوار نابرابری، خطی با زرهی به قطر اختلاس و چپاول حکومتی، خطی که با تیغ تبعیض هر سال گوشه ای از سفره کارگران را بریده و جدا می کند. اما مسبب آن کیست؟ این روزها اختلاف حقوق کارگران با خط فقر آنقدر واضح و غیر قابل انکار است که روزنامه‌های حکومتی نیز به ناچار به آن اعتراف می کنند. روزنامه حکومتی ایران در مقاله‌ای با عنوان دستمزد کارگران زیر خط معیشت نوشته است: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند ماده 41 قانون کار، یعنی تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اجرا نشد و بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت حداقل حقوق سال 99 با 21% افزایش نسبت به سال قبل معادل 1,835,000 تومان تعیین شد و این رقم حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین نمی‌کند. این بدان معنی است که در تعیین حقوق کارگران نماینده‌ای از کارگران حضور ندارد. آنچه تحت نام نماینده کارفرمایان مطرح می‌شود، نماینده‌ای از سپاه پاسداران است که تحت نام خصوصی سازی بخش‌های عمده‌ای از صنعت کشور را قبضه کرده‌اند. در نتیجه حکومت آخوندی خودش با خودش نشست گذاشته و برای کارگران حقوق تعیین می‌کند. اما مشکل اصلی در به قربانگاه بردن اقتصاد ایران برای کسب دلار است. حکومت آخوندی با افزایش واردات برای کسب دلار اقتصاد ایران را به سوی نابودی می‌برد. سرنوشت کارخانه‌های بزرگی مانند هپکو و تراکتورسازی تبریز و بسیاری دیگر از چنین سرچشمه‌ای آب می‌خورد. روزنامه حکومتی اعتماد به این واقعیت اعتراف کرده و در مقاله‌ای با عنوان کارگران قربانی اقتصاد مبتنی بر تجارت هستند نوشته است: بر اساس صحبت‌های مسعود بابایی، مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار، از 23 اسفند تا کنون 783 هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کردند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که در صورت تداوم شیوع و منع فعالیت بنگاه‌ها و کارگاه‌ها ممکن است تعداد بیکار شدگان از 1 میلیون نفر عبور کند. وضعیت برای کارگران بخش غیررسمی بسیار بدتر است. این کارگران از هیچ گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند. برای این کارگران سخن از حق بیمه به تهدید و نهایتاً اخراج منتهی می شود. روزنامه حکومتی اعتماد در این باره نوشته است: در بخش غیررسمی بین 30 تا 40% از شاغلین فعالند و وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کارگران بخش رسمی دارند، چرا که شناسنامه کاری ندارند و از حمایت‌های مرسوم دولتی مانند حق بیمه یا اولاد یا مسکن کمتر برخوردارند. اما موضوع دیگر در درون این بخش وضعیت زنان است که نسبت به مردان جایگاه خوبی نداشته و فراموش شده هستند. حکومت آخوندی هیچ وقت در کنار کارگران قرار نگرفت. رسانه‌های حکومتی سیاست رژیم در رابطه با حقوق کارگران را سیاست سرکوب دستمزد نامیده‌اند و واقعیت این است که حکومت آخوندی خود کارفرمایی بزرگ است که منافع خود را در استثمار کارگران می‌بیند. هدیه رژیم آخوندی در روز جهانی کارگر خط فقر 10 میلیون تومانی با حقوق 1,835,000 تومانی و بیش از 700 هزار کارگر بیکار شده است. وقتی از سهم کارگران از دستمزد استاندارد 1/5 خط فقر به آنان پرداخت می شود، 4/5 آن را صاحبان اصلی شرکت‌ها و کارخانه‌ها می برند که تقریباً اغلبشان در چنگال بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان خمینی و بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران است. بنابراین غارتگر اصلی حقوق کارگران کسی جز خود خامنه ای و بازوهای چپاولگرش نیستند.
کارگران زحمتکش با چنین زندگی سختی مواجهن. زندگی اونها واقعا سخته و هر روز با دزدی‌ها و ظلم و ستم جدیدی از طرف حکومت آخوندی روبرو میشن. بخش دیگه از جامعه ما کشاورزان هستند. همونطور که کارگران سهم بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارن، کشاورزان هم با زحماتی که میکشن مواد غذایی و خورد و خوراک کشور ما رو تامین میکنن. با هم نگاهی داشته باشیم به بخشی از مشکلات این عزیزان. در کشورهایی با حکومت مردمی کشاورزان حمایت دولتی دارند، اما در دیکتاتوری آخوندی تنها غارت و چپاول دولتی نصیب کشاورزان می شود. مدام اینجا بون بروجر بیلی است که اینجا جلوله را می ریخت از بالا و حالا واداشتیم خودش جاشا کور کنه که برجانی برای اسمها. کشاورزان اومدن اینجا فعلا اعتراض آوردن همه و خلاصه اینجا همه شما هستند. بگو دوم دی ماه. بله دوم دی ماه است امروز که فعلا خلاصه اعتراض داشتم. اینم جالوله که ریخت بالا، ببینید ها، بفرمایید. ببین این جالوله، ببینید این جالوله که ریخت بالا، همینجا که کور کرده بودیم دوباره ریخت بالا، الان داره دوباره کور میکنه بیلا. بله بله اینجا خال لوله رو بچه کشاورز آمدن اینجا اعتراض رو بردن، نمیذارن بچه، میگن تا زمانی که آب برای سون تعیین نکردن به هیزاد حقاق لوله بچرن ندن. اما این تنها یک واقعه نبود. پیش از آن بارها کشاورزان اصفهان به غارت حقشان اعتراض کرده بودند. آنها بارها دست به اعتراض زدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اما رژیم آخوندی دست از دزدی و چپاول حق و حقوق آنها بر نداشت. حالا رفتن سر حکومت و در این ما کشاورزا رو میچزونیم. بس کنین دیگه، خدا وکیلی بس است دیگه. هر روز میام یکری تر در بیارید، یه رو بنزین گرون میکنید، برای 45 تومن هر روز میخوان یه دست داره لنشونید، یک داره ندهید. این کارا چی چیه که چی کشور میکنید؟ بس کنین دیگه، همو به داد مردم برسید، نکنین همچی بابا. سیاست رژیم آخوندی این است که به هر شکل ممکن از زندگی مردم ایران کسب درآمد کند. این سیاست در رابطه با کشاورزان به دزدی آب، زمینخواری، مصادره محصول، عدم پشتیبانی از محصولات کشاورزان و انواع سوء استفاده از کشاورزان زحمتکش است. زمینخواری و به یغما بردن آب کشاورزان در صحرای کوشکک ضیاآباد. رژیم آخوندی بخشی از زمین‌های کشاورزان صحرای کوشکک ضیاآباد را غصب کرده است و آبراه این کشاورزان را نیز قطع کرده. کشاورزان این منطقه به این عمل رژیم اعتراض کرده و خود دست به کار شدند تا حقشان را پس بگیرند. مصادره محصول کشاورزان، اهواز، روستاهای شهر الوان. ماموران جنایتکار حکومت آخوندی با یک دستگاه دروگر به زمین‌های کشاورزی مردم حمله کردند و قصد برداشت محصولات مردم را داشتند. کشاورزان جلوی غارت دسترنجشان توسط ماموران جنایتکار رژیم را گرفتند. دستگاه فاسد قضائیه آخوندی با صدور حکمی این افراد را به این ماموریت گماشته بود. بدون مجوز اجرا کرده؟ پاسگاه عبدالخان. سرخانم جنس مگه؟ اینم دلوقت؟ اینم مردم؟ با حکم قضایی؟ حکم علکی که گرفتن دیگه ما بازی دستور دادم. شخم زدن زمین، بزرفشانی، آبیاری، سمپاشی، علف زدائی و ماه‌ها حفظ و نگهداری از محصول. کشاورز همه این زحمات را متحمل می شود به امید فروش محصول تا هزینه یک سال زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند. اما وقتی فروش محصول حتی هزینه کاشت و برداشت محصول را تأمین نمی کند، زندگی کشاورزان چگونه تأمین می شود؟
حکومت آخوندی آب کشاورزان را می دزدد. محصول آنها را مصادره می کند. در مناطقی به زمین خاری و غصب زمین کشاورزان دست می زند. به کشاورزان بیپناه حمله می کند، خانه هایشان را روی سرشان خراب می کند و به بندشان می کشد. اما چرا؟ تنها توصیف برای سیاست های رژیم آخوندی دشمنی با ایران و ایرانی است. کشاورزان یک سال زحمت میکشن، از آبیاری شبانه تا ویژین و سمپاشی و کارهای دیگه. اونا یک سال مثل یک بچه محصولشون رو تر و خوش میکنن. زندگیشون در طی یک سال از محصول و برداشت بهتر تأثیر میپذیره. یک سال همه فکر و ذکرشون برداشت محصول و فروش اونه. فصل برداشت و فروش محصول برای کشاورزان مثل یک عیده، اما ببینیم کشاورزان ایران در فصل برداشت و فروش محصول چه حال روزی دارن. آقا ست پانزه بر نده جلو ست پانزه بر نده شاید مریض شده جلو ست پانزه بر نده شاید مریض شده صحنه های دردناکیه. اصل موضوع محصول نیست، بلکه زندگی این کشاورزان زحمت کشه که الان در پایان یک سال کاری پر زحمت ثمره زندگیشون هیچ ارزشی نداره. احساس این که هیچی برای سالی که در راه داری نداریم. این حس که خدایا با مخارج زندگی در سالی که در پیشه چیکار کنم؟ این اون غمیه که بر دل کشاورزان سنگینی میکنه. کشاورزان محروم محصول خودشون رو یا زیر ماشین میریزن یا توی آب یا خوراک حیوانا میکنن و به این تصاویر هم یک نمونه دیگه از ظلمیه که در حق این زحمت کشان میشه. بیاییم با هم یک حساب سرانگشتی کنیم، ببینیم با این وضعیت زندگی این کشاورزان محروم چطور زندگی میتونن بکنن. توی این فصل خیار رو از کشاورزان کیلوی 200 تومان میخرن. هر کیلو خیار 200 تومان، یعنی با یک دلار میشه 80 کیلو خیار خرید. هیچ کجای دنیا چنین ارزش گذاری وجود نداره. به چنین وضعیتی کشاورزان رو مجبور میکنن به ترک روستاها و رو آوردن به حاشیه‌نشینی در شهرها که در حاکمیت آخوندی چراغ صنعت کشاورزی رو به خاموشی میره و این مردم ایرانن که باید بهای اونو بپردازن. محصول کشاورزان باید بمونه تا خراب بشه و حکومت آخوندی هیچ حمایتی از کشاورزان نمی کنه. فکر کنید یه سیستم حکومتی باشه که از کشاورزان حمایت کنه، محصول رو بخره و با قیمت مناسب اون رو به دست مردم فقیر و گرسنه برسونه. مگه این کار دولت‌ها نیست؟ مگه نباید از کشاورزان حمایت کنن و به داد مردم فقیر و آسیب پذیر برسن؟ پس چرا همه جای دنیا به مردم کمک میکنن الا رژیم آخوندی؟ هر کجای دنیا نگاه کنیم کشورها دارن پولهای کلان خرج عبور از کرونا میکنن،
اما این حاکمان دزد و فاسد مردم رو رها کردن تا بین مرگ از گرسنگی یا مرگ از کرونا یکی رو انتخاب کنن. وضعیت محصول کشاورزان هم بخشی از این سیاست ضد مردمیه. مرزها بسته شده. محصولها رو دست کشاورزان مونده. حالا چطور یک کشاورز مثل 10,000 کیلو رو خیار رو باید به قیمت 2,000,000 تومان بفروشه؟ یعنی حقوق یک ماه کارگر. بعد چطور باید با این پول زندگی خودش رو و خانوادش رو تا یک سال دیگه بچرخونه؟ بگذاریم که این پول حتی کرایه خودروی حمل بار رو هم تامین نمی‌کنه. ده برج دو روز چهارشنبه بادم جنار نمی‌خره. بخاطر اینکه صادرات رو بستن میگن مرز بسته است. میدونبار دسفول هیچیو نمیخره. اون وقت آخوند روحانی میگه قفسه های فروشگاه های ما پره. چه جوابی باید به این سطح از وقاحت داد؟ مردم در بدترین شرایط چیکار کنن؟ وقتی پول ندارن چطور خرید کنن؟ واقعا چی باید به این آخوند شیاد روحانی گفت؟ به این فکر کنید که چه باید کرد. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.